درود بر شما، خیلی خوش اومدید به داکیو دراما. توی روزهای منتهی به 22 بهمن سال 57 اتفاقات ریز و درشت زیادی میفته. خیلی ها موفق میشن از رژیم سابق، موفق میشن از ایران فرار بکنن، خیلی ها گیر انقلابیون میفتن و چه اتفاقاتی رخ میده. خیلی ها رو اعدام میکنن، خیلی ها رو زندانی میکنن. یه عده حالا از قبل ارتباط گرفته بودن با این انقلابیون، با اونها خیلی کاری ندارن. روزهای خیلی عجیب غریبیه و من همیشه یکی از این داستانها رو که داستان آقای هوشنگ نهاوندی همیشه تو ذهنم داشتم، از وقتی که مصاحبه خودش رو شنیدم با تاریخ شفاهی هاروارد برام خیلی جذاب بود اون داستان، خصوصا داستانی که شب 22 بهمن رقم میخوره و فوق‌العاده فضای عجیب و غریبیه. چون خودم خیلی دوستش دارم، میخوام برای شما هم توصیفش بکنم. به نظرم خوبه، هم خیلی جذابه و سرگرم کننده است، شبیه یه فیلم کاملا. همین که بهمون یه دیدی میده نسبت به اون روز پایانی و نهایتا خود 22 بهمن سال 57 که به هر حال ما باید دقیق بشناسیمش دیگه. اولی مقدمه بگم کی بود هوشنگ نهاوندی و چرا افتاد زندان و بعد بریم سراغ اون شب تاریخی زندگی خودش. این فرد چندین پست گرفت، از ریاست دانشگاه پهلوی شیراز تا ریاست دانشگاه تهران تا وزیر آبادانی و مسکن و نهایتاً وزیر علوم شد تا آبان سال 57. دیگه آبان 57 تموم شد وزارتش. یه مدت هم این شده بود یکی از اعضای دفتر مخصوص. دفتر مخصوص مال ملکه بود، یه سری از افرادی که بهشون اعتماد داشت رو جذب کرده بود توی این دفتر و فعالیت میکردن، فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، اون کارهایی که خود ملکه میخواست انجام بده رو با هماهنگی و کمک اینها انجام میداد. تا اونجایی که من فهمیدم خیلی مثلا سازمان عریض و طویل یا رسمی نبود، اما سازمانی بود که کارهای زیادی انجام داد از لحاظ حتی سیاسی، یعنی اثرگذار بود اینجوری بگم، خصوصا توی اون روزهای آخر که همین هوشنگ نهاوندی فهمیده که شاه داره میره، خیلی با ملکه صحبت میکنه، خیلی نزدیک بودن با هم. مثلا تو خاطراتش زیاد تعریف میکنه که التماس گفت، زنگ زدم به ملکه گفتم من التماس میکنم که نذار مثلا شاه فلانی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب بکنه، من التماس میکنم که نرید. این همچین روابطی بود بینشون. اما نهایتاً اون اواخر که شاه دیگه تصمیم گرفته بره، میدونیم که یه سری از دولت مردا رو برای اینکه خورد مردم آروم بشن، از قبل اینکه شاه اصلا بخواد بره، یه سری ها رو دستگیر میکنن و زندانی میکنن. مثلا دیگه معروفترینشون که تو ذهن همه ماها هست هویداست، یا حتی نصیری رئیس سابق ساواک که یه مدت هم توی پاکستان سفیر شده بود، اینا رو میدونیم دیگه. و برای اینکه مثلا به مردم بگم ببینید اون کسایی که شما باشون مشکل دارید و ما گرفتیم، فعلا هوشنگ نهاوندی بیرونه. حتی این هم جزوی از حرفایی که راجبش هست، میگن چون با هویدا مشکل داشت از گذشته، جزو کسانی بود که به شاه فشار آورد که هویدا رو بنداز زندان. خودش رد میکنه ها، ولی راجبش این رو میگن که اینا دشمن بودن با هم، چون اینم عضو حزب ایران نوین بود، هویدا هم بود و خلاصه مشکلاتی بینشون بود. تا اینکه شاه و ملکه از ایران خارج میشن و بختیار شده نخست وزیر. این خیلی رابطه خوبی با بختیار نداشت نهاوندی، ولی میگه ملکه به من گفت تو بمون و از بختیار حمایت کن، کاری کن که مردم بپذیرنش، با ارتش مثلا کنار بیاد، کمک کن بهش. و اینم میگه من تلاش میکردم مثلا با بختیار یه رابطه خوبی داشته باشم، با وزیر وزراش یه ارتباطاتی داشتم، یه کارهایی میکردیم. کلن چند روز شد؟ 30 و خورده‌ای روز شد دولت بختیار دیگه. تا اینکه 15 و 16 بهمن، تقریبا 6 روز مونده به 22 بهمن، این میگه من خوابیده بودم خونه ساعت مثلا 1:30 شب، زن و بچه‌شم رفتن اروپا، فرانسه گویا، و حالا اینم تصمیم گرفته بمونه دیگه. ولی خب اونا میترسن، چون از اون موقعی هم که بختیار ساواک رو منحل اعلام کرد، وضعیت خیلی برای اینها، برای اعضای رژیم خیلی وحشتناک شد و اصلا انتظار همچین اتفاقی رو نداشتن. در نتیجه این میگه من خوابیده بودم تو خونه ساعت 1:30 شب، یهو دیدم صدا اومد، 2 تا جیپ ارتش اومدن جلوی خونه پارک کردن. من سریع تماس گرفتم با کلانتری که نزدیک بود که آقا یه همچین اتفاقی داره میفته، اینا کیان چیان؟ فهمیدم نه، به قولی حکم منم صادر شده و بختیار میخواد که منم دستگیر بشم. باز خودش طبیعتاً رد میکنه که کاری کرده، میگه من رو از قبل میخواستن به عنوان کسی که تو کارهای ارز مثلا دخالت میکرده دستگیر کنن. خیلی حرف و حدیث راجبش هست،
نمیخوام وارد اون بحثا بشم، به هر حال یا مجرم بوده یا نبوده دیگه، خیلی اون محل بحث این ویدیو نیست. خودش رد میکنه، خودش میگه نه من درست زندگی کردم و سالم زندگی کردم، ولی کلی هم حرف راجبش هست. و این رو میبرن، چمدونش رو میبنده و یه سری کتاب و ریشتراش و اینجور چیزا رو میذاره تو چمدون و اینا میبرن زندان. از اینجا داستان شروع میشه. میگه من وارد زندان شدم. زندانی هم که اینها رو میبرن در اصل پادگان جمشیدی است، فکر میکنم غرب تهران بوده. اگر کسی میدونه کجا بوده و الان مثلا کجا شده به هم بگه، چون من هرچی هم سرچ کردم چیز دقیقی نبود که مثلا پادگان جمشیدی اینجا بوده حالا شده اینجا، نمیدونم، ولی میدونم غرب تهرانه. این وارد میشه میبینه سلول سلول بخش بخشه، یه جا مثلا نصیری رئیس ساواک هست، ممنوع الملاقات. نصیری یکی از کسانی بود که انقلابیون به خونش تشنه بودن و تو خود بدنه سیستم سیاسی اون موقع هم خیلی دیگه جایی نداشت. یه زمانی قدر قدرت بود، یه زمانی کسی بود، خیلی هم ساخت و پاخت میکرد، ولی دیگه اون اواخر افتاده یه گوشه و نمیدونه چه بلایی قرار سرش بیاد. این از این. میگه مثلا عبدالمجید مجیدی که رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه بود یه مدت، اونم هست. تسلیمی وزیر بازرگانی سابق که یه مدت توده‌ای بود، اونم هست. میگه نگاه کردم همه هستن و این یه بخشی بود که دولت مردایی که به قول اونا مثلا فاسد بودن و زندانی کردن. یه بخش همافرهان، این بخش هموفرها جالبه، خیلی هاشون اصلا دشمن رژیمن، یعنی به خاطر کارهای انقلابی که کردن یا حالا عضو توده شدن یا حالا هر چیزی با چبا بودن، خیلی هاشون رو به این دلیل واقعا یعنی مجرم سیاسی کرده بودن که دستگیر کردن. میگه یه فضای کافکایی بود، اینا همشون مثلا از شاب بدشون میومد، ولی چون نظامی بودن، همه موها تراشیده با لباس زندان، صبح ها اینا رو بیدار میکردن که بیان اون مراسم اولیه، نمیدونم هورا میگن چی میگن، یه چیزی بوده که به شاه باید احترام بذارن، اونو باید انجام میدادن هر روز، در حالی که اینا مثلا از شاه بعدش می اومده. میگه فضا کافگاهی بود. از اون طرف هم مجرمای سیاسی، یعنی کسانی که انقلابی بودن، از ماه قبل دستگیر شدن، اونا هم بودن. خیلی فضا عجیب غریبه ها. یک پادگانی که شده زندان، یه سمتش دولت مردا، طرف تا دیروز وزیر بوده حالا زندانی شده، یه طرف انقلابیونی هن که از گذشته زندانی شدن، یه طرف هم نظامی هایی که از سیستم جدید، از سیستم فعلی بدشون میاد. عجیبه این فضا. میگه گذشت، روزهای مختلف طی شد، ما منتظر بودیم ببینیم چی قراره بشه، تا اینکه شب 22 بهمن رسید، یعنی 21 غروب. فضا به شدت ملتهبه، هی نظامی ها میرن میان، نمیدونیم قراره چی بشه. شب خوابیدیم، صبح بیدار شدیم، فهمیدیم که ارتش بیانیه بیطرفی رو امضا کرده. کلن انقلاب 57 وقتی نهایتا پیروز شد دیگه تموم، هیچ حرفی روش نبود، که ارتش ساعت 10 صبح بیانیه بیطرفی رو داد دیگه. من راجبش توی چنل تاریخ دراما یه ویدیو دارم، لینکش رو براتون میذارم، تو اون توضیح دادم قضیه چی بود، چه ارتشی هایی نقش داشتن و از امریکا مثلا کی اومد کنار اینها، جنرال هویزر نقشش رو هم توضیح دادم، خلاصه یه همچین ماجراهایی بود. میگه از وقتی این بیانیه ما تو رادیو شنیدیم که این بیانیه امضا شد، فهمیدیم که دیگه کار ما تمومه. دیگه اصلا نمیدونستیم چی قراره بشه، ولی میدونستیم که دیگه ما اینجا احتمالاً زنده بیرون نمیایم. یه خوردم که گذشت، سر و صداها رو میشنیدیم که بیرون پادگان کلی آدم جمع شدن، همه هم انقلابی، هم اکثرا هم چپ مسلح، و اینها دارن شعار میدن. میگه یه خورده بعد فرمانده پادگان، فرمانده زندان در اصل، پشت بلنگو میاد، میگه که پادگان توسط مردم محاصره است، به دست کنترلش هم به زودی به دست مردم میفته، همین چیزی میگه. سربازها برن، سربازها برگردن برن خونه هاشون. فکر کنید اینو میگن ساعت تقریبا 12 ظهر. صبحونه رو خوردن در تقریبا یا آرامش نسبی، نهار دیگه خبری نبود چون کسی نمونده بود از سربازا، یه 10 نفر موندن به خاطر حالا کنترل زندان، یا هم بعضی هاشون شاید واقعا وفادار بودن. چرا؟ چون میگه از مثلا 12 به بعد دیگه بعد از ظهر که شد، صدای تیراندازی رو ما میشنیدیم، آتیش متقابل، انقلابی ها بیرون زندان دارن گلوله میزنن که در رو بشکنن بیان تو، هنوز موفق نشدن. چرا؟ چون 10 تا سرباز مثلا موندن و دارن میجنگن، اونها هنوز زندان خالی از سربازا نشده. این از این. از این طرف 3 تا ساواکی هم موندن توی بند اینها، یعنی چی میگن، محافظ بند اینها، از قبل بودن حالا هم هستن. هی میگه ما اصرار میکردیم که آقا بذارید ما بریم دیگه، کسی نمونده که، اینا هم که دارید میبینید میان، هم شماها رو یه بلایی سرتون میارن هم ما رو، بذارید بریم. و اونها نمیپذیرفتن،
دیگه ساعت 2 میشه، 3 میشه، 4، 5، 6، 6 که میشه دیگه وضعیت عوض شده. انقلابیون در آستانه ورود به زندانن. چندین ساعت گذشته دیگه هیچ کس نمونده و نهایتاً اون سه تا ساواکی 6 به بعد میپذیرن که در سلول رو باز کنن. در سلول رو باز میکنن، همزمان در زندان هم شکسته میشه و اون انقلابیون چند هزار نفر گویا بودن، با شعار الله اکبر و مرگ بر شاه و نمیدونم اینجور شعارها میریزن توی، چون فاصله بوده دیگه از اون در ورودی تا جایی که اینها هستن فاصله زیادی بوده. اونا دارن میان، همزمان سلول اینها هم باز شده و هوشنگ انصاری و عبدالمجید مجیدی و دیگران از این طرف، همافرها یه خورد میگه همافرها جلوتر میرفتن. یکیشون هم بود که ریش داشت و یه عبایی روشونش بود، اون جلوی همه میرفت که مثلا انقلابیون یه خورده مثلا کنار بیان. هنوز این دوتا ارتش به نوعی، این دوتا لشکر هنوز نرسیدن به هم. خیلی جالب موقعیته، اینا از این طرف، انقلابیون هم دارن میان، اینا قراره یه جایی برسن به هم. و اون مجرمای سیاسی یعنی اون انقلابیونی که زندانی بودن هم همچنین، اینا قاطی پاتی شدن ولی یه شانس میارن، وگرنه همینجا همشون کشته میشدن. اصلا قبل اینکه به اونها برسن همون زندانیایی که آزاد شدن اینا رو میکشتن. چی بود قضیه؟ یکی از اینها یه تسلیمی نامی که قبلا وزیر بازرگانی بوده میگه این توده‌ای بود گویا و یه خورده کارهای انقلابی بلد بود. به ما گفت که بچه ها من از قبل شناسایی کردم که فیوز برق زندان این پادگان کجاست و من میخوام برم برق قطع کنم. و این کارو عقل کرد که انجام داد. یهو برق کل اون منطقه رفت، منطقه یعنی کل اون پادگان و زندان، و یه تاریکی مطلق دیگه 6:30 که شده الان حدودا، سیاهی، هوا هم تاریکه، چشم نمیبینه. خیلی این فضا رو من هر وقت تو ذهنم تجسم میکنم خیلی عجیب غریبه. میگه ما کورمال داریم راه میریم، چشم نمیبینه دیگه. نهوشنگ نهاوندی و عبدالمجید مجیدی دست همو گرفتن از ترس، از وحشت. دوتا مردم اصلا 40-50 ساله، اینقدر اون فضا ترسناکه، دست همو گرفتن. همافرها جلوتر میرن، دارن شعار میدن که به انقلابیون بگن مثلا ما با شماییم. خود این انقلابیونی هم که زندانی بودن هم لابلای اینان، یعنی همه لابلای هم دارن میرن. و یهو اون انقلابیون حدودا 2-3 هزار نفر میگه بودن، ما مثلا 200-300 نفر، اونا 2-3 هزار نفر. اونا میان و یهو این موجه اینها رو میگیره، همه میلولن توی هم، این تنه میزد به این تنه میزد به این، ولی چون تاریک بود کسی رو خیلی نمیشناخت. بیشتر دنبال نصیری بودن، میگه بیشتر میخواستن نصیری رو پیدا کنن، خیلی ازش بدشون میومد. از در زندان میگه من بیرون شدم، وارد مثلا اون بلوار روبرویش شدم، اون فضای روبرویش، دیدم مجید نیست. تا الان دست همو گرفتیم دیگه نیست طرف. و من همینجوری دارم میرم، چی قراره بشه چی قراره، یهو یه نفر از عقب میزنه بشونم. برگشتم دیدم یه چریک زمخت هیکل چفیه انداخته، کلاخود سرش، کلاشینکوف دستش، میگه که کجا داری میری؟ بیا من میخوام ببرم همینجا تیربارانت میکنم، اینجوری بهش میگه. و این میگه دیگه من اینو که گفت فهمیدم تموم کارم. از اینجا بعد دیگه چیزی خیلی یادم نیست، یعنی رفتم تو فضای مرگ، یعنی مرگو پذیرفتم. از اینجا یه فضای آخرالزمانیه، کاملا میشه تصور کرد دیگه، فضای آخرالزمانیه. خودش هم این کلمه رو استفاده میکنه. همون موقع که این داشت منو میبرد از عقب، هی با نوک کلاش میزد به پشتم، هی فوش بد به هم میداد که برو الان فلانت میکنم، الان بهمانت میکنم. تو همون وضعیت دیدم نصیری رو پیدا کردن، با تناب دست و پاشو بستن و اینجوری از پا دارن میکشن این روی زمین. غلام رضا نیکپی که شهردار تهران بود، میدونید باهاش چی کار کردن. میگه اونا جوری زدنش که من فکر کردم همونجا مثلا تموم کرد، ولی بردنش نهایتا. تو این فضا من هیچی نمیفهمم و یه خورده که هی منو هول میده میرم جلوتر، قشنگ اون لحظه‌ای برام داره اتفاق میفته. میگم قبل از مرگ آدما از کودکی به بعد رو مرور میکنن، این بحث علمیه واقعا، اینجوریه گویا یه هورمونی مثلا اینکه ترشح میشه توی مغز و آدما توی یه فاصله کوتاهی یه بخش‌هایی از زندگیشون رو توی ذهن مرور می‌کنم. میگه برای من مثل یه تابلوی نقاشی بود، زنم رو دیدم که توی وان حموم افتاده و داره تموم می‌کنه. چرا؟ چون از قبل به من گفته بود که اگر تو موفق نشی از ایران زنده و سالم بیای بیرون، من این کارو به خودم می‌کنم. و می‌دیدم توی ذهنم که زنم این کارو کرد. دختر بزرگمو می‌دیدم که چون مجرد بود و کسی رو نداشت که ازش حمایت بکنه، اونو دادم تو ذهنم داشتم می‌دیدم. از بچگیمو دیدم و همه اینها مثلا توی زمان 2-3 ثانیه‌ای گویا اتفاق افتاده، خیلی کم.
و این منو برد همزمان انقلابیون دیگه هم از کنار ما رد میشدن، میزدن منو، فوشم میدادن و این میگفت نه من خودم حسابشو میرسم شما برید. و رفتیم و رسیدیم دیدیم یه کامیونی هست اون طرفتر و همه اون سیاسیون رو سوار این کامیون کردن که ببرن محاکمه کنن دیگه. و منم رفتم سمت اون دیگه، فکر میکردم قراره برم سمت اون، یهو این دست منو کشید، منو آورد این طرفتر، همین انقلابیه که تا الان داشت فوشم میداد و اینا، یهو گفت که جناب استاد الان فقط باید بدویی. میگه من تا الان هیچی تو ذهنم نبود، اصلا نمیفهمدم چی داره میشه، توی گوش دیده انگار یه حالت هامه، یه صدایی، تو اصلا نمیفهمی قشنگ میشه حد تصور کرد دیگه. وقتی این میگه جناب استاد الان باید بدویی، تازه اون صدای هامه، اون صدای سوته از گوشش قطع میشه، خودشو تازه میفهمه من الان اینجا، من الان چه اتفاقی داره برام میفته. و بدنم هم قفل شده بود، میگفت این خودش دیگه منو به زور داشت میکشید، من اصلا نمیتونستم بدوم. منو به زور برد توی یه کوچه بنبست و سریع یه کلاخود خودش رو گذاشت سر من، توی جیبش هم وسایل پانسمان و اینها بود، مثلا سر و صورتمو بست، اینم خب خونی زخمیه زدنش، لباس مباسش هم کهنه است، یه جوری اینو این رو میگه منو پانسمان کرد که انگار من یه انقلابی ام که زخمی شدم و از خودشونم، و گو حالا بیا بریم. و میگم من ترسیده بودم، گفتم که خب اگه منو ببری الان تو خیابون منو بشناسن که بیچاره میشیم. میگه نه نه ترس، نمیذارم، اگرم این اتفاق افتاد من تیربایی میزنم که برن، فقط تو بیا که من ببرمت از اینجا. از اینجا بعد دیگه اینا با هم راه میافتن یه 2-3 کیلومتر با هم دیگه تا یه جایی میرن که بتونن یه ماشینی گیر بیارن. و میگه باز من خیلی از حرفاشو یادم نیست، ولی یادم اینها رو گفت که گویا خواهر این توی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تحصیل می‌کرده و قرار بوده به خاطر فعالیت سیاسی اخراجش بکنن اون دختر رو، خواهر این پسر رو، و این هوشنگ نهاونی به عنوان رئیس دانشگاه نمیذاره، از خواهرش حمایت میکنه. این میگه من تو رو میشناختم از قبل، میدونستم که تو آدم خوبی هستی و تو لیاقتت کشته شدن نیست، مثلا نصیری و کیوکی. این حرفی که خود هوشنگ انصاری داره میزنه دیگه، روایت خودشه. و خلاصه این حرفو زد و ما از اون محلکه اومدیم بیرون. حالا باید ببینیم کجا قراره بریم. ازم میپرسه تو کجا میخوای بری الان؟ میگه من گفتم خب خونه که نمیشه الان برم، چون الان همه دارن خونه های امثال ما رو میگردن دیگه، این هیچی. یه تازه ذهنم هم باز شده، میتونم فکر بکنم، میتونم تجزیه تحلیل بکنم، خونه اینم که نمیشه، خونه اونم که نمیشه. همینجوری دارم فکر میکنم، یادش میفته که توی سلطنت آباد، پاسداران فعلی، یکی از آشناهاش هست که میتونه بره خونه اون. میگه بانک صادرات رو دیدم اونجایی که نشسته بودیم، این میشینه این مرده با مسلسل با کلاشینکوفش وای میسه که یه ماشین گیر بیاره که برن. میگه همینجور که نشسته بودم بانک صادرات رو دیدم، اون کسی که اومد توی ذهنم که تو سلطنت آباد زندگی میکنه مال مثلا وزارت خونه این من بازرگانی چی که به بانک صادرات مربوطه، اینجوری یاد فلانی میفته. میگه بریم اونجا، بریم اون محل. این برادر بسیجی یه پیکانی رو نگه میداره که یه خانومی رانندشه، میگه که یکی از برادران ما زخمیه، خواهر کمک کن اینو ببریم، یه خونه امنی ما داریم توی سلطنت آباد، بعد ببریمش اونجا. خانوم هم دیگه مجبوره دیگه، نمیشه بگه نه که طرف دوتا مرد هم اصلا بسیجی و کلاش دستشون و شب انقلاب چه وضعیتیه. اینو سوار میکنن عقب، میگه تو فقط آه و ناله کن. اینا میگه من فقط دیگه آهناله میکردم، زنه دلش برام سوخت، خورد پسته به هم داد که بیا برای خونریزی خوبه. و تو خیابون که دارن حرکت میکنن، یا از این طرف شهر مثلا باید برن یه طرف شهر دیگه، این از غرب باید برن شمال شرق، تقریبا مسیر زیادیه و پر ایست بازرسی دیگه، شب 20 بهمن همه خیابونا فتح شده دیگه، همه جا راه برا دارن میگردن و هی اینا از هر خیابونی رد میشن، یه سری بسیجی و چریک و انقلابی وایسادن خیابونا رو بستن، مثلا میان با چراغ قوه تو ماشینا رو نگاه میکنن، میبینن این زخمیه، میگن برید برید. همینجوری میشه که اینا موفق میشن توی فاصله کوتاهی برسن به سلطنت آباد سابق. میگه حالا ما رسیدیم، نمیدونم توی همون پاسداران گلستان چندم، دقیق نمیگه گلستان چندم بوده، میشه طبعا اواسط خیابون دیگه. میگه رفتیم دم در خونه اون فرد، حالا من در میزنم، طرف میپرسه کیه، اونی هم که پشت در وحشت کرده دیگه، کیه الان مثلا ساعت 1:30 شب، ساعت چند میشه، 6:30 اینا اومدن بیرون، مثلا شاید 9 شب 10 شب، شاید طرف هم ترسیده، اینم چی بگه، چه صد بگه، من نهاوندی ام، بگه هوشنگم، همسایه ها همه دارن گوش میدن دیگه، وضعیت خیلی وخیمه، نمیتونه اسم بیاره، ریسکه.
این میشه که میگه که یهو یاد دختر اینا دوتاشون هر کدوم یه دختری داشتن که مثلا همبازی بودن از گذشته، میگه که تیتی بیا درو باز کن، من پاپای فیروزم، اینجوری میگه و طرف میفهمه قضیه چیه. چقدر جالبه این، قشنگ اون مکانیزم دفاعی ذهن ها، یعنی تو لحظه فعال میشه و یهو یه چیزی به ذهنت میرسه که اگر تو حالت عادی میخواستی بهش برسی شاید مثلا کلی باید فکر میکردی که همچین کدی به ذهنت برسه که اونم سریع بفهمه. در رو باز میکنه دیگه، از این چریکه خدافظی میکنه و میره تو. میگه تا نشستم فقط گفتم یه لیوان پر برام ویسکی بیار. میگه منی که مثلا خیلی ظرفیتم کم بود، اگرم میخوردم یه خورده، اون شب یه لیوان سرپر سر کشیدم، اینقدر حال چیزش بد بوده. موندم یه شب و فهمیدم که اینجا نباید موند، سری رفتم توی خونه دیگه. کلا این یه دو ماهی حدودا میمونه تا بعد از عید میمونه و چندین و چند بار خونه عوض میکنه. خونه دومی که مستقر شده خونه یکی از دوستاشه، شروع میکنه بلافاصله با دولت بازرگان ارتباط میگیره، یه واسطه هایی داشته، نامه مینویسه میده به یکی که بده به فلانی که اون ببره مثلا بده به رئیس دفتر بازرگان و بدن بازرگان بخونه. تو نامه اینجوری مینویسه که من خودم رو تسلیم دولت میکنم، کاری نکردم و هر موقع بگید حاضرم بیام از خودم دفاع بکنم، فرار کردن رو در شأن خودم نمیبینم، چون از قبل خیلی ها به هم گفته بودن ما راهشو بلدیم بیا فرار کن، من در شأن خودم ندیدم و میخوام بمونم. میگه مثلا اینجوری یه تصور خوشبینانه ای داشتم و فکر نمیکردم وضعیت اینقدر قراره تغییر بکنه، دیگه قراره از بکوبن از نو بسازن، فکر میکردم حالا یه زیر سیبیلی مثلا ماها رو رد میکنن دیگه. و منتظر موندم یه روز دو روز، زنگ زدم به رئیس دفتر بازرگان و گفتم که آقا اینجوری، من یه نامه ای دادم به نخست وزیر دولت موقت، منتظرم جواب بده. یارو سری میشناسه، میگه آها آره آره، شما باید تشریف بیارید دفتر نخست وزیری، هیچ جا نرید، آدرس بدید، ما الان برای شما اتومبیل میفرستیم. میگه اینو که گفت من شک کردم، گفتم که خب حالا بذارید یه خورده زمان بگذره من با شما تماس میگیرم. قبل اینکه قطع کنم طرف باز با سرعت گفت که خب حداقل نمره تلفن تو بهم بده. گفت دیگه فهمیدم مثلا قضیه چیه، سری گوشو قطع کردم. باز زمان میگذره، این خونه رو عوض میکنه، میره یه خونه دیگه. حالا با اون یکی دو نفر دیگه از دوستانش ارتباط گرفته، اونا اومدن صحبت کردن، به این نتیجه رسیدن بهترین آدمی که میتونه جون این رو بخره آیت الله طالقانیه، چون موقع طالقانی خیلی ها رو اینجوری سعی میکرد نجات بده گویا. البته که خود نهاوندی میگه من بعدا فهمیدم که باز طالقانی خیلی ها رو همینجوری جذب کرد و همه رو داد دم کشتن، و نظر خود نهاوندی اینه. ولی حالا یه سری دیگه طرفداران طالقانی یه چیز دیگه میگن، میگن نه این خیلی ها رو نجات داد دیگه، حالا نمیدونم کدومش واقعا درسته. این شروع میکنه با طالقانی ارتباط گرفتن. نهایتا یه روز یکی از همون دوستانش میاد میگه پسر طالقانی گفته که تو بیا پیش آقا، آقا یه امان نامه بهت میده، تو دیگه برو سراغ زندگیت. و منم فکر کردم خب این حرف درسته دیگه، باشه. یه خورده زمان گذشت، قبل این بود که من بخوام اقدام کنم برای اون، یهو یه نفر دیگه بهم زنگ زد که فلانی اصلا سمت این چیزا نریا، بری کارت ساخته است، تو فقط برو، اون خونم گویا شناسایی شده، فقط برو الان. میگه این که به گوش من رسید، من دو ساعت دیگه یه خونه دیگه بودم. خونه جدیدی که میره در حال رفتنه، میبینه که دم در یه سری پاسدار هستن، اصلا نمیتونه وارد بشه، بیرون هم که نمیتونه بمونه، به هر حال چهرهش معروفه دیگه، خیلی هم میشناسنش، تو اون وضعیت ممکنه سری لو بره. برمیگره میره پشت اون خونه، از طریق خونه یکی از همسایه‌ها ریسک میکنه عملا دیگه، ممکنه اون طرف انقلابی باشه لوش هم بده، میگه که همچین چیزی من مجبورم برم خونه دوستم، و طرفم میپذیره، حالا یا نشناخته اینو یا شناخته و مثلا طرفشو گرفته، میپذیره. این میاد از حیات و با نردبون میره بالا و خلاصه میره خونه اون دوست جدیدش که طرف انگلستان بوده، هیچ کس نبوده. یه مدت چند روزه‌ای که خود نهاوندی اینجوری توصیفش میکنه، میگه سیاه ترین روزهای این دوره بود، تو خونه میمونه تک و تنها، هیچ چراغی نباید روشن بشه، سرد، بهمن ماه سال 57، خیلی سرد و استرس و ترس. این میگذره تا اینکه یه روزی بهش تماس میگیرن، میگن که ببین کل اون منطقه رو پاسدارا گرفتن و یکی یکی خونه به خونه دارن میان دنبالت، حالا مثلا دنبال شخص خاصی نیستن ولی کلا دارن یعنی خونه به خونه میگردن، حالا شاید تو هم لو رفتی معلوم نیست چیزی، اما باید سریع از اونجا بری.
میاد پنجره رو نگاه میکنه یا یکی از دوستاش میاد پیشش اون نگاه میکنه همچین چیزی، میگه که الان ما نمیتونیم از اینجا بریم. چرا؟ چون دو تا بچه پاسدار 15-16 ساله دم درن. فکر کنی خیلی ترس داره دیگه. از یه طرف پاسدارا خونه به خونه دارن میگردن، به زودی میرسن خونه تو، از این طرف از خونه از در نمیتونی بری بیرون چون دوتا پاسدار هم جلوی درن. میشینن فکر میکنن، به این نتیجه میرسن که اینا از دور دارن نگاهشون میکنن دیگه این دوتا رو، به این نتیجه میرسن اینا چون یه خورده هوام تاریکه، فقط هم دو نفرن، هنوز اونا نرسیدن، یه ترسی دارن، سنشون هم کمه. چرا؟ چون هر ماشینی میره میاد اینا میخوان کنترل کنن، بازرسی کنن، با هم میرن با هم میان، هیچ وقت از هم جدا نمیشن. اینو که میفهمن سریع تحلیل میکنن که پس اینا احتمالاً یه استرسی دارن، یه ترسی دارن، پس ما میتونیم از این ترسشون استفاده بکنیم، اینها رو زیر فشار قرار بدیم طوری که کنترل از دستشون در بره و نقشه جالبی میکشن. از اینجور نقشه ها تو حالت عادی میشه هزار تا کشید، این چیزی نیست. مهم اینه که شما مثلا بتونید تو موقعیت وخیم، تو موقعیت رادیکال، وقتی که ذهن توان فکر کردن نداره، قلب تون تون داره میزنه، اونجا بتونی مثلا همچین تصمیمایی بگیری دیگه. اینش جالبه. چیکار میکنن؟ خودشون یه پیکان دارن، این دوست نهاوندی که پیشش یه پیکان داره، تماس میگیرن به یکی دیگه، با یکی دیگه از دوستا، که اون یه ماشین سیاه بزرگتر داره، مدلشون نمیگه چیه ولی میگه ماشین پر ابهتی بود. قرار میشه که رأس ساعت 6 همزمان اینا خارج بشن و اونا وارد بشن. نزدیک هم هست که بقیه پاسدارا برسن دیگه. ساعت 6 میگه ساعت‌ها رو هم با هم تنظیم کردیم، یعنی ثانیه‌اش هم با هم تنظیم کردیم، باید همزمان ما خارج شیم اونا بیان تو. سوار پیکان میشن، اون دوتا پاسدار هم دارن بازرسی میکنن دیگه. به محض این که اینا خارج میشن از محوطه، میخوان کلن برن بیرون، اون ماشین سیاه هم میاد، وای میسن، ماشین سیاه میاد، این دوتا بسیجی با هم میرن ماشین رو بازرسی بکنن. اینقدر میگم مثلا بزرگ بود و سیاه بود و اینا، بیشتر توجهشون به اون جلب میشه. اینا با پیکان از کنار رد میشن، یه سلام علیکی هم با این دوتا پاسدار میکنن و اونا دیگه ذهنشون این نیست که خب حالا ما چیکار کنیم، نمیتونن جدا بشن از هم چون میترسن دیگه. در نتیجه اینا موفق میشن برن، خیلی موقعیت جالب بود، و خارج میشن دیگه. باز چندین و چند خونه است که دو تاش برای من خیلی جالب بود. یکیش ماجرا خیلی موقعیت خاصیه، یعنی اگه یه رمان نویس میخواست بنویسه یه همچین صحنه‌ای رو سعی میکرد قطعا توش بذاره. چیه؟ میگه من رفتم خونه یکی از کسانی که حالا از طریق آشناهام باهاش صحبت کرده بودن که این وکیل بود، وکیل دادگستری بود، توی یک آپارتمانی بود، خودش توی یه واحد زندگی میکرد، مادرش توی واحد پایینی، جدا جدا ولی توی یه آپارتمان، و کرد هم بودن اینا. من همیشه تو خونه این مرده بودم، این روزا میرفت سر کار، شب میومد خونه. به مادرش گفته بود که من یه مهمون فرانسوی دارم، حالش هم زیاد خوب نیست، تو فقط یه کاری بکن، روزا غذا رو بذار جلوی در، حتی تو هم نرو، این خجالتیه و حالش بده و اینا، اصلا حق نداری تو بری. مادر هر روز غذا میذاشت برای این دم در، اینم میخورد و زندگیشو میکرد. میگفت یه شب فهمیدم که نزدیکای عیده، یعنی عید 58 داره فرا میرسه، یه شب همه اومدن خونه این مرده، مادرش هست، اون یکی دوستش که وکیله هست، همه هستن و یه صدایی هم این میشناسه، هوشنگ نهاوندی، یکی دیگه هم هست که این صداشو به جا میاره. یه خورده دقت میکنه، میفهمه این کریم سنجابیه، کریم سنجابی که از ملی مذهبی ها بوده، اون موقع شده بود وزیر امور خارجه دولت بازرگان، طرف تو همین خونه ایه که هوشنگ نهاوندی توش پنهان شده. چقدر این موقعیت جالبه. میگه من داشتم با دقت گوش میکردم، اینا در حال غذا خوردن بودن، حرف شد که هوشنگ کریم سنجابی اینجوری گفت، آره خیلی ها رو ما تونستیم بگیریم از رژیم سابق، یه دیگه هم البته فرار کردن، نمیدونم چجوری اینا فرار کردن، ما خیلی خوب از مرزا داریم محافظت میکنیم، مثلا شنیدم که این هوشنگ نهاوندی هم تونسته بره، یکی دیدتش توی پاریس که هوشنگ نهاوندی توی فلان کافه پاریس نشسته بوده داشته چای یا قهوه میخورده. میگه من توی مثلا گنجه قایم شدم، صدا رو دارم میشنوم و به زور سیلو خندم رو گرفتم، این میگه یه نفر منو تو پاریس دیده که من اونجا دارم مثلا لذت میبرم از زندگی، و خیلی عصبانیه کریم سنجابی که چجوری این دونسته فرار بکنه، ما که خیلی مراقب بودیم. خلاصه از اینجا جون سلامت به در میبره تا نهایتا آخرین خونه. آخرین خونه هم عجیبه. کجاست؟ پایین شهر، منزل یکی از ریش سفیدای محل.
اون موقع اینجوری بوده بعد از انقلاب، یعنی بلافاصله که انقلاب میشه و هنوز ساز و کارها خیلی مشخص نیست، هر محله‌ای برای خودش گویا یک کمیته تشکیل میداد. حالا نمیدونم اسمش چی بوده، کمیته نمیدونم چی، اگر کسی یادشه بگه. ریش سفیدای محل و مثلا انقلابی ها و بسیجی ها می اومدن دور هم یه هیئتی تشکیل میدادن، کارهای محله رو انجام میدادن و همکاری میکردن با اون کمیته اصلی. هوشنگ نهاوندی رفته توی یکی از محله ها خونه رئیس اون کمیته محل، یه مرد سنبالا ریش سفید محل، همه قبولش دارن و میگه در خونه آدم صبح تا شب باز بود و بیچاری برادرای مثلا بسیجی و انقلابی می اومدن خونه این و این پنهانه تو خونش. دقیق توضیح نمیده که از طرف کی معرفی شده بوده به این، ولی گویا اون مرده پذیرفته بوده که آقا هوشنگ نهاوندی مثلا کاری نیست و من میخوام ازش محافظت کنم، اگر گیر اینا بیفته ممکنه همون کاری رو باهاش بکنن که مثلا با فلانی کردن و میخواست که از این محافظت بکنه. میگه من کلا توی خونش بودم، خونش هم اینجوریه که هی آدما رفت و آمد دارن، فقط تونست یه پرده بکشه که هم کسی منو نبینه، هم خانومش وقتی میاد غذا میذاره برام مثلا من ناموسش رو نبینم. این فقط روزا سر کار بود مرده و من همینجوری نشستم، شبا می اومد در گنجه رو باز می کرد، یه بطری ویسکی می آورد بیرون، مثلا ویسکی هایی بوده که از جاهایی که مصادره شده مثلا گیر آوردن، یکی دو پیک برام می ریخت به عنوان دارو که من بخورم اعصابم آروم بشه. وقتی دو پیک رو می خوردم دوباره ویسکی رو جمع می کرد می زاشت تو گنجه، درم قفل می کرد و تموم دیگه، من حق نداشتم دست بزنم. و همین جوری مدت ها از این دفاع کرد، از این مراقبت کرد. خیلی جالب بود همچین آدمی مثلا بوده، روزای واقعا عجیبی بوده، تا اینکه دیگه کلن خارج میشه از اینجام و موفق میشه با یه کسی ارتباط بگیره توی کردستان. یه آدمی به اسم فامیلیش نقشبندی بوده گویا، از طریق اون کلن دیگه میره از ایران، میره توی عراق، کردستان عراق، و از اونجام خودش رو میرسونه به پاریس و فکر میکنم هنوز هم ایشون زنده است. عبدالمجید مجیدی سال 95 فوت کرد، ولی خود آقای هوشنگ نهاوندی زیاد هم ازش مصاحبه دیدیم و کتاباش هم چاپ شده، زیاد به عنوان مثلا تحلیلگر توی تلویزیون های مختلف اومد صحبت کرد و این ماجراش بود. من خیلی این داستان رو خودم دوست داشتم، امیدوارم شما هم براتون جالب بوده باشه و اگر دوست دارید همچین ماجراهایی رو، همچین داستانهایی رو به هم بگید. من خودم سعی میکنم از این مدل داستان ها زیاد روایت کنم چون بی نهایت جذابه، قشنگ آدمو سر ذوق میاره، فرقی هم نمیکنه مال چه فردی از چه طیفی باشه، اون داستانه جذابه، اون موقعیت جذابه و همین که یه اطلاعاتی در بطنش هست برامون دیگه از لحاظ تاریخی و سیاسی و اجتماعی. خیلی ممنونم که همراه هم بودید. پاینده ایران بزرگ، بدرود.